جهان صحنه ای از مکانهای باستانی است. شهرها و سازه هایی که در طول قرنها تا زمان کشف مجدد گم شده بودند. دور افتاده بودن باعث شده این مکانها برای قرنها از چشم انسانها پنهان شده باشند. طبیعت بر بسیاری از آنها غلبه کرده و پوشش گیاهی آنها را فرا گرفته است. آنها اغلب در گوشه هایی غیر منتظره ظاهر می شوند. برخی از مکانها هزاران سال قدمت دارند که فقط از هوا قابل مشاهده است. در ادامه از این مکانهای شگفت‌انگیز و تمدن‌های باستانی رونمایی خواهیم کرد. ما همچنین اکتشافات خارق العاده‌ای را بررسی خواهیم کرد که هنوز مشخص نیست آیا طبیعی هستند یا خیر. تیونا، کولومبیا. کوههای شمالی کولومبیا یکی از شگفتی‌های دستساز آمریکای جنوبی را در خود پنهان کرده است. شهری که در منطقه منزوی با پوشش گیاهی متراکم و مرطوب قرار دارد. تنها راه رسیدن به این گنجینه باستانی چند روز پیاده روی است. این منطقه زمانی توسط دزدان گنج و گروگانگیران اداره می شد. اما امروزه تنها قبایل خاص در آن زندگی می کنند. در سال 1972 زمانی که شکارچیان گنج به یک سری از سکوهای سنگی برخورد کردند، این مکان کشف شد. حدود 300 سال پیش بر فراز این کوه ساخته شده و شاید خانه هزاران نفر بوده باشد. این کوه شامل ترازهای سنگی است که در دامنه کوه تراشیده شده اند و توسط مسیرهایی به هم متصل شدند. تیکال، گواتیمالا. این شهر باستانی حدود 1500 سال پیش رونق داشت. این شهر یکی از قدرتمندترین مراکز سیاسی و اقتصادی مایاها بود. این یکی از بزرگترین مناطق طبیعی حفظ شده در گواتیمالا است. به دلیل انزوا و ایرانه ها تا سال 1848 مورد کاوش قرار نگرفتند تا اینکه رهبران منطقه به آنجا رسیدند. اولین عکس ها که در سال 1882 گرفته شده است تیکال را نشان می دهد که در بین این جنگل ها غرق شده بود. انکور، کامبوج.
معابد کامبوج که برای قرنها در جنگلها پنهان شده بودند دوباره در شمال غرب این کشور کشف شدند. این یکی از بزرگترین بناهای مذهبی در جهان است. این بنا به عنوان یکی از بناهای هندو برای خدای ویشنو آغاز شد و به تدریج به یک معبد بودایی تبدیل گشت. به نظر می رسد جنگل در حال بازیابی فضای خود بوده است. درختان عظیم در میان ویرانه ها رشد کردند و معماری را با طبیعت ترکیب کردند. در نزدیکی معبد بایون آخرین پناهگاه تکمیل شده در انکور قرار دارد. لبخند هنوز بر چهره اش نمایان است. آنها می توانند نماد خدایان بودایی یا تصاویری از پادشاه باشند. سیگیریا، سریلانکا. سیگیریا که بر روی صخره‌ای گرانیتی ساخته شده است، یادگاری است از گذشته تا به امروز. در سال 1831 جاناتان فوریبس بریتانیایی برای اولین بار این قله پوشیده از بوته‌ها را کشف کرد. اعتقاد بر این است که پادشاه کاشایاپا این صخره را به دلیل موقعیت استراتژیک به عنوان قلعه خود انتخاب کرده بود. برای رسیدن به قله باید از این پنجه‌های سنگی غول پیکر عبور کرد. پس از آن باید از این پله‌های باریک بالا رفت. در بالای قله خرابه‌های کاخ دیده می‌شود. باغ‌های اطراف از قدیمی‌ترین باغ‌های جهان به شمار می‌روند. ماچو پیچو پرو. این قلعه باستانی با منشأ اینکاها در رشته‌کوه‌های آند قرار دارد. مکانی خیره کننده که حاله‌ای عرفانی را از خود بیرون می‌دهد و بیشتر توسط مه پوشیده می‌شود. در سال 1911 هیرام بینگ هام آمریکایی و تیمش این مکان را کاوش کردند و اگوستین لیزارگا یک کشاورز محلی که آنها را از این ویرانه ها آگاه ساخت. ماچو پیچو شامل معابد، کاخ‌ها و سیستم‌های آبیاری است که با تکنیک‌های مهندسی پیچیده‌ای ایجاد شده‌اند. هیچ گزارشی از این کاخ‌ها در مورد این شهر باستانی وجود ندارد.
بنابراین هدف دقیق آن ناشناخته باقی مانده است. اعتقاد بر این است که قبل یا در طول فتح پرو توسط اسپانیایی ها رها شده باشد، اما دلایل دقیق آن هنوز نامشخص است. سازه های یوناگونی ژاپن. در سواحل جزیره ای یوناگونی یکی از اسرار ژاپن نهفته است. برخی این سازه های زیر آب را آتلانتیس ژاپنی نامیدند. آنها در سال 1986 توسط گروهی از غواصان کشف شدند و بحث های زیادی را برانگیختند. طراحی ظاهری و هندسی حاکی از مداخله انسان است. چندین زاویه با دیوارهای صاف مراحلی را نشان می دهند که انسانها روی آن کار کرده باشند. بسیاری می گویند این مکانها توسط انسان ساخته شده است، در حالی که برخی آنها را طراحی طبیعت می دانند. صخره‌های اطراف یک استدلال برای کسانی است که از منشأ طبیعی خود دفاع می‌کنند. پترا، اردن. از طریق این دره‌ها می‌توان به یکی از گنجینه‌های باستانی جهان راه یافت. این شهر پر رونق زمانی پایتخت پادشاهی نبتیان بوده است. آنها با ساخت و سازهای محکم در این صخره‌های باستانی خود را با این زمین‌های خشن سازگار کرده بودند. پترا با وجود موقعیت بیابانی خود زمانی سیستم مدیریت آب و محصولات کشاورزی داشت. در قرن ششم شهر خالی از سکنه شد، تا اینکه در سال 1812 توسط یک کاشف سوئیسی کشف شد. هگرا، عربستان. پس از کشف پترا، چارلز مونتاگوی انگلیسی به دنبال مکان مشابهی بود که درباره آن شنیده بود. او در سال 1876 به این ویرانه ها رسید و این بازدید را در دفتر خاطرات خود به عنوان سفر در صحرای عربستان ثبت کرد. هگرا که به نام مدائن صالح شناخته می شود، پس از پترا دومین شهر بزرگ پادشاهی نبتیان بود. از صخره های اطراف برای ساخت این مقبره های باشکوه استفاده شده است. آنها متعلق به افرادی با درجات مختلف اجتماعی بودند که بیشتر نظامی بودند. به دلیل انزوا و شرایط بیابانی، به طور فوق‌العاده حفظ شده است. خطوط ناسکا پرو. باستانشناسان این خطوط را در سال 1927 هنگام عبور از منطقه مشاهده کردند.
اگرچه ممکن است خلبانهایی قبلاً آن را دیده باشند. این خطوط از شکل‌های مختلفی تشکیل شده‌اند و در مناطق مختلفی وجود دارند. برخی از آنها را می‌توان از روی تپه‌ها مشاهده کرد، اما شکل کامل آنها فقط از آسمان قابل مشاهده است. یکی از دقیق ترین چهره ها مرغ مگسخار است که علی رغم نامش می تواند نشان دهنده یک پرنده محلی دیگر باشد. ممکن است گونه ای از پرنده های بومی باشد. عنکبوت با پاهای دراز خود توانایی سازندگان را نشان می دهد. این طراحی مارپیچ حتما معمایی در خود دارد. شبیه به آنچه در شهرهای گمشده آمازون که بعداً نشان داده خواهد شد و برای بعضی مرموزترین چهره این فضانورد است. شهرهای گمشده آمازون، اکوادور. با تمرکز بر تمدن و فرهنگ‌های دیگر، باستان‌شناسی به سختی این جنگل وسیع را کاوش کرده است. تراکم پوشش گیاهی دسترسی را دشوار می‌کند و سایه درختان از مشاهده بقایای احتمالی باستانی جلوگیری می‌کند. با وجود این، در منطقه غربی آمازون در دره‌ای به نام اوپانو یکی از شگفت‌انگیزترین اکتشافات تاریخ انجام شد. در سال 2024 تیم باستانشناسی کشف یک سری از شهرهای باستانی را گزارش کردند که حدود 2500 سال پیش ساخته شده بود. صدها سازه از این قبیل در زیر پوشش گیاهان پنهان مانده بود. با این حال شواهد نشان می‌دهد که این شهر گمشده متعلق به فرهنگ اوپانو است. هدف دقیق این ساخت و سازها هنوز مشخص نشده است. حکاکی‌های موجود در نقاط مختلف این منطقه آمازون شگفت‌انگیزتر است. هر شکل ممکن است حاوی یک معنای منحصر به فرد باشد. شاید می‌خواهد یک پیام را منتقل کند. لامانای بلیز. این یکی از معدود سکونتگاه‌های مایاست که تا قرن 17 هم به طور مداوم در اشغال بوده است. از آن زمان به بعد این مکان رها شد تا اینکه در سال 1917 توسط توماس کان، پزشک و باستانشناس بریتانیایی، مورد کاوش قرار گرفت. به دلیل پوشش گیاهی متراکم در اطراف، اغلب با قایق قابل دسترسی است. معبد جگوار یکی از ساختمان‌های اصلی لامانای است. در پایه‌های آن در کنار راه بله دو صورت بزرگ قرار دارد. اعتقاد بر این است که اینها مظهر خدایان مایا هستند که از شهر حفاظت می‌کنند. ساکسی هوامن پرو.
در اینجا عظمت معماری و مهندسی این کاها به وضوح آشکار می شود. این ممکن است معبدی برای خدای خورشید یا یک قلعه نظامی باشد. یک مورخ اسپانیایی اولین کسی بود که این مکان را توصیف کرد. شگفت‌انگیزترین ویژگی تکنیک های مورد استفاده در ساخت و ساز است. دیوارها از بلوک های سنگی عظیم و سنگین تشکیل شدند. سنگ ها با چنان دقتی حکاکی شدند که کاملا با هم هماهنگ باشند. اعتقاد بر این است که آنها ابتدا در معادن شکل گرفته و سپس در این مکان گذاشته شدند. ماهابالی پورام، هندوستان. در دهه 1880 باستانشناس بریتانیایی به نام الکساندر ریا شروع به مطالعه ویرانه‌های این شهر مرموز کرد. گفته می شود از قرن هفتم این مکان به سلسله پالاوا تعلق داشت، اگرچه ممکن است هزاران سال در آن سکونت داشتند. افسانه ها از هفت معبد باشکوه می گوید که حسادت ایندرا خدای طوفان را برانگیخت. این الهه باعث شد که همه به جز معبد ساحل غرق شوند و آن را در لبه دریا رها کنند. این افسانه ممکن است از یک سونامی که ساحل را فرا گرفته بود به وجود آمده باشد. در واقع پس از سونامی سال 2004 خرابه های مختلفی پدیدار شدند که می توانست باستانی باشد. سازه ها با خلاقیت های استادانه هنر هندوستان تزیین شدند. در یکی از دامنه های شهر توپ کریشنا دست نخورده باقی مانده است. برخی بعید می دانند که فرایند طبیعی باعث به وجود آمدن این چیزها شده باشد، اما برخی آن را ممکن می دانند. معبد دندرا، مصر. تقدیم به هاتور الهه عشق یکی از بهترین معابد حفظ شده مصر باستان است. مسافران در حدود سال 1840 شروع به ورود کردند، اما تا سال 1880 هنوز این معبد مدفون بود. در اینجا برخی از بحث برانگیزترین و جذابترین آثار مصر نهفته است. قسمتی که بیشترین توجه را به خود جلب می کند سالن هایپو استایل است. ستونهای بزرگ با حکاکی استادانه که روی هر کدام صورت هاتور حک شده است.
ستونها و سقف با نقاشی‌های برجسته و پیچیده نقاشی و حک شدند. کتیبه‌های هیروگلیف هم به خودی خود جذاب هستند و اسطوره‌های مربوط به خدایان را روایت می‌کنند.